رفته از عشق تو سوی چشم ترم، از همه عاشقای تو من بدترم، سرزمین جوان بخت بیرم بدترم، جز برای تو مردم نمیرم بدترم. از تو گفتم نوشتن شده کار من، از تو گفتم نوشتن شده کار من، سرزمین همه یادگارای من، یک نفس بی هوایت کشیده خراب، عاشق تو فقط من هم بس. بگو ای هر که از هر جای ایرانی، بلوچی، ترک، گیلانی، تو ای کردی که میدانی، بگو گلگون کفن، حرف تو حجت باد، مبارک باد دلاور، خوب میخوانی، بگو حرف دل ما را، ببین ایران تنها را، بگو عاشق نمی میرد، نمی ترسیم، بکش ما را، بگو حرف دل ما را، سرود صبح فردا را، بگو مردن شرف دارد به این ننگ سراپا را، بگو ما خلق تیپا خوردی رنجیم، مسیحاوار میراثی این گنجیم، بگو تا آخرین خونابه می جنگیم، باکی نیست، می میریم و می خندیم، بگو حرف دل ما را، سرود صبح فردا را، بگو مردن شرف دارد به این ننگ سراپا را، بگو. سلام و
درود به همه صداهایی که همه دنیا شنیدن. سلام و درود خدا و خلق خدا و همه انسانهای نیکوسرشت به انرژی مثبت بچه هایی که چهارشنبه سوری رو تحمیل کردن با حضورشون به تاریخ اسلام به روایت آیت الله خمینی و امامت علی خامنه ای و حاکمیت آقای احمدی نژاد. ملت ایران تحمیل شد، دهانتون تاریخی، هرچی از این حرفا بزنین کلف میشین. مرتضی مطهری رو پیش از اینکه این حرفا رو بزنه بگه پدر مادرای ما خر بودن، چهارشنبه سوری رو برگزار میکردن، یه سری آدم از روی چوب میپرن، یه سری آدم خنده دار اونجا میگه پدر و مادره ما اون موقع اشتباه کردن. خب اشتباه کردن، راست میگی، درسته، ما هم اشتباه کردیم، به خاطر اینی که مردم اینجوری تو دهنتون میزنن، هم شما، هم علی خامنه ای، هم تفکر آیت الله خمینی، هم تفکر بیمار خوزوی، اون بخشی که هنوز گیر کرده تو چاه جمکران، اون بخشی که جان انسان رو میگیره برای نجات انسان، خدا رو میکشه برای رضایت خدا. این حکومت و اندیشه محکوم به فنا دوباره در حضور تاریخ، در انظار جهان، دیروز، امروز، پریروز، پس پریروز، سه‌شنبه‌ها، هر روز و هر دقیقه‌ها، از وزیر اطلاعات هر دقیقه یک غلط زیادی خنده‌دار مرد چه می‌دونم عقب افتاده پررو وقیح جاهل نادان. تازه امروز علم کردن که آقای خامنه‌ای ساده زیستی رو الگو کرده برای همه طرفداراش. هنوز یه پیش از اینکه ازدواج بکنه با آقای عداد عادل گفته بوده که فکر نکن زندگی ما مثل شما ها بوده. یعنی ببین همون موقع اینو چقدر هم دیگه تفاوت داشتن. خلاصه راستشو به اونا میگه. آقای عادل هم دخترشون رو میدن به پسر آقای خامنه ای. حالا شما فکر بکن این آدم شده وسیله حربی برای مفبری احساسات ملی ما و دل ما که آقا رهبر ساده داره زندگی میکنه، تقصیر دوربریاشه. اون موقع هم همینه میگفتن، میگفتن شما آدم خوبیه، تقصیر دوربریاشه. حالا تو این روزای چهارشنبه سوری ما به اینا میگیم اصلا موضوع ما سر این نیست که شما بخوری ببری بدوزی نبری بیاری، چه فرق میکنه؟ حالا خودت نداری میفرستی حزب الله، سید حسن نصرالله تقویت میکنی برای یک اهدافی که اگر اینها خرد ملی درش بود همین منطقه رو ملت ایران دوباره برمیگشت به سوی امپراتوری، برمیگشت به سوی انتشار خرد با دوراندیشی. نگاه انسانی میتونست همه جهان اسلام رو فتح بکنه. شما نگذاشتین، شما باعث شکست شدید، شما باعث این ذلت شدید، شماها سبب ساز این شدید که امروز یه کشوری مثل عربستان جرأت بکنه لشکر بیاره بغل دست خونه ما، یعنی اتاق یکی از حیات خلوتهای خونه پدری و مهریه مادری ما، یعنی بحرینی که مال ما بوده چند سال قبل، قبل از در واقع بعد از رضا شاه، بعد از آمدن شاه و این ماجراهایی که دیگه همه میدونیم، ایشون قبول کرد که با یه رفراندوم ملی که گفتن انجام شده به تعریف اون روز سیاست امریکا و سیاست انگلیس و برجت شاه باید بود اون کارا رو میکرد چون نمیتونست نکنه،
گرفتن این عزیز چشم قشنگ میهن ما رو دادن دست اونا. حالا امروز اینا یه کاری کردن که اومدن، البته این اندیشه داشتم با آقای عباس پهلوان صحبت میکردم، ما باید اونی که هست رو ببینیم، اون واقعیت ها رو ببینیم، بر اساس اون واقعیت حرف بزنیم، نه بر اساس نادانی. هی بگیم آقا آخونده خره، نفهمه، نمیدونه، نمیدونم احمق نژاد، علی چلاغه، از این مزخرفات اینا رو ورد کنیم. آقا بیاندیشیم چه باید بکنیم با اونچه که هست، با این سردارا، با اون موشکا، با اون دستاوردهای مردم، با شرایط این حکومت، این نظام که دیدید هفته قبل پخش کردم. خود آیت الله خمینی اعتراف میکنه که آقا ما چرا نکشتیم از اول انقلاب، ما باید زودتر این رو میکشتیم. در یک جای دیگه بعد که قوم برمیگرده میاد، یک سری آقایون نشسته بودن، با زوریشون میگه بذارین هر کی هرچی میخواد بگه بگه، بگم ما دیکتاتوریم، شماها باید شدین ما دیکتاتور بشیم. حرف ایشون اون موقع این بوده، یعنی در واقع تحمیل شرایط. حال این تحمیل شرایط ما مردم رو در این شرایط واداشته در مقابل اینا دفاع مقدس بکنیم. تا میگیم آقا اگه میزنند بزن، آقا یعنی چی خشونت این مبارزه مدنی؟ مبارزه مدنی بکنین کسی نمیگه نکنین. شما مبارزه مدنیتون در چارچوب و قالب تلویزیون از روی تولیدات جمهوری اسلامی مصرف میکنین و خبرها رو میخونید برای ما. اینا برای ما ایران نمیشه، اینا برای ما مبارزه نمیشه، اینا برای ما کشور نمیشه. حال از این بابت با تمام این شرایط و جبه که توی منطقه هست و ماجراهایی که دیگه همه میدونیم، من اون چرا که برگزیدم، چیزی رو برگزیدم که به نظر من به همان اندازه میتونه اهمیت داشته باشه، اون نگاه اونگونه واقعی و اصل موضوع که اینجاست. یعنی اصل موضوع همه شاید پایه جمهوری اسلامی، تلویزیون ها، روزنامه ها، مجله ها، کسایی که هستن، اونایی که نیستن، اونایی که بودن، اونایی که نبودن. حالا اصلا چی شده موضوع عوض شده؟ همه اونایی که هفته قبل تو این شهر با هم آشتی بودن هم قهر کردن، همه اونایی که قهر بودن با هم الان آشتیان. یه اتفاقی تو این شهر افتاده، هر دم از این باغ بری میرسد و تازه تر از تازه تری میرسد. من بارها و بارها گفتم ماجرای 30 سال اومدن من، آوارگی من، مسائلی که به هر جهت دیگه همه دیگه میدونن، توضیح واضحات به کراتم، توضیح واضحات و به کراتم در ارتباطش صحبت کردم. این بار فکر کردم که من کشرایی ندارم، من یه راه دارم و اون اینه که به آرزوهام برسم. آرزوهام اینه که صدای بچه‌های میهنم رو رسا کنم، آدمای خادم و عاقل و از یک بلنگو صداشون رو منتشر بکنیم، به دنبال راهکار عمومی و ملی بگردیم، یعنی مداخله عام. این نیازمند یک سنگر قدرتمند ملی، یعنی یک جایی که باید حمایت مالی ازش بشه، باید ازش حمایت بشه، در غیر صورت عملی نیست. با این همه وسایل ارتباطی تو این شهر و شاید پادهای جمهوری اسلامی ریز و درشت، همش هم دوستای من هستن، با همشون هم دوستم، همشون رو میبینم. به این خاطر ما میدونیم کیا دارن چیکار میکنن در این جو، در این شرایط، در این وضعیت. ما نیازمند یک جایی هستیم که واقعا بشه باهاش جنگید. حالا این تلویزیون به اندازه خودش، به اندازه بضاعتش، من میبینم آقای همایون داره خیلی خیلی واقعا تلاش میکنه. من میبینم، من نزدیک موضوعا رو میدونم، ولی از نزدیک با خود شهرام نزدیک نمیشم. چرا؟ چون میدونم کار زندگی داره، ذهنش یه جای دیگه است و هر وقتم بیاد خب گرفتاره دیگه. گردوندن اینجا واقعا کار حضرت فیله. من راستش رو بخوام، این دیروز پریروز بعد از مدت ها شهرام رو دیدم، چند دقیقه با هم صحبت کردیم، لطف کرد گفت از بعد از عید برنامه های ما یه روز در میون میشه، یه فرصت خوبیه که ما برنامه های تازمون رو و نگاه های تازمون رو به وسیله مردم، بلندگوی خود مردم باشیم که در اینجا بمونه و بتونه بمونه. این باید اونایی که به شهرام کمک میکنن، سکه میخرن، هر کاری میکنن، واقعا آفرین، درود به شرف تو. خداییش من فکر میکنم که خیلی کمک میکنه، یعنی اصلا کمک میکنه، یعنی اون چی که شما میکنین این تلویزیون رو نگه داشته. من یک چیزایی رو دارم، من نزدیک بیشتر میبینم،
اون طرفشون نه میدونم نه میخوام بدونم، نه به من ربطی داره موضوع شخصی مردم. ولی اون چی که دارم در ارتباط با اینجا میبینم، خداییش خیلی دارن میدونن، خیلی دارن تلاش میکنن، خیلی دارن زحمت میکشن، یعنی هر کاری که بتونن دارن میکنن. به خصوص یه چند دقیقه مجال پیش اومد در خدمت آقای باقری عزیز، اردوان مفید عزیزم و شهرام مومن عزیز چند دقیقه من صحبت کردم و لطف کرد گفتش که من برای اولین بار بود میدیدم که شهرام به من میگه که اگر تایم شنبه و یه شنبه رو میخوای بخر. این برای من خیلی جالب بود، چون شهرام خیلی دوست داره این کارو نکنه، میفهممش، دوست داره یه وسیله ارتباطی گردن کرفت داشته باشه، هر کی دوست داره، هر کس اینو دوست داره. و این راهی که رفته آخر این راه همینه با شماها. من قصد و غرضم اینه که یک قدم از اینجا فراتر بریم. همه شما که پول ندادین، شما پولدارا، شما که امکانشو دارین، شما که میگه ایرانو دوست دارین، شما باز دوباره الان یه اتفاقی بیفته جلوی فدرال بیلدینگ صف میبندین، میکروفونا دستتونه، با شماها، شما که نیستین، پیداتون نیست، بیایید و شرافتمندانه 5 تا از شما، 10 تا از شما خودتون با هم دیگه یه وسیله فراهم بکنین، خدایی و نظارت بکنید، بگذارید این تلویزیون به یه شکل دلپذیرتری ساعت‌های بیشتری داشته باشه. این استعداد رو داره که بتونه برای خودش یه شکلی باشه خیلی مؤثرتر از اون که همینک هست بشه، برای خودش یک بلندگویی که اعضایش نظریاتی دارن و هر کس به این نظریات دارن دیگه جمعن، میتونن یه نگاهی باشه برای انتشار نظر حزبی. ما این گونه فکر میکنیم، ما فکر میکنیم، ما مردم، ما دفاع مقدس میکنیم، میزننمون، این دفعه میزنیمشون، این دفعه با گله بزنن با گله میزنیمشون، این دفعه اونجوری نیست، نکن، شرایطو تحمل نکن. به دخترم تجاوز کردی، به مادرم تجاوز کردی، به پدرم تجاوز کردی، به آرمانهام، به آزادیم، به باورهام، به دینم، باورم، به همه تجاوز کردی. خیلی گذشتم، هر بار به یه دلیلی به خاطری میدنم گذشتم. آیا من از بچه های لیبی کمترم؟ چرا باید اینها برای ما عقده بشه؟ دیدین اون چرا که میبینید، من برای اولین بارش از شما میبینید یک چنین کاری رو کردم، نه اینکه من کردم. باور میکنید وقتی قرار خدایی درست بشه چجوری درست میشه؟ من توی 30 سال اونچرا که به سر خودم اومده با من انجام دادن، برنامه سازی کردن، شکایت رو دست جمعی کردن، هر کاری تونستن کردن، ده ها پرونده برای من درست کردن، همه جور منو بمباردمان کردن، ولی خدای میهنم و اعتقاد من و ایمان من، فقط ایمان من، عشق به میهنم، به بابام ننم، به بچگیام، اون احساساتی که دارم ازشم جدا نیستم و بدون اون احساسات میمیرم، در اون دریا دارم زندگی میکنم، اگرچه اینجا هستم. 30 سال به خصوص 10 سال گذشته شرایط من در این شهر از جهت قانونی در یک شرایطی قرار گرفت بود که هر کس به خودش اجازه میداد هر جوری تهدید بکنه، من میخواستم برن شکایت بکنن، بگم مسعود امینی میخواسته اینجوری بکنه اونجوری بکنه، وقتی میبرن هر کس از شما، اینجا قانون اینه، هر کس بره از شما شکایت بکنه میتونه شکایت، همه میتونه از هم دیگه شکایت بکنن، بره بگه آقا این دیشب اصلاحی گذاشته اینجای من، نان میگیرنش، این میاد میره بیل میذاره میرین دادگاه، حالا شما باید ثابت کنی اینو، اینجوری هم نیست، هم اونجوری هست هم اینجوریه. شما فکر کن که 10 تا از این اتفاقات بشنن بسید برنامه ریزی بکنن که آقا یک کاری بکنن که حسفت بکنن، هر جوری میتونن، حتی سر تلویزیون من پیشنهاد کرده بودن که آقا بیایی مثلا به یه آدمی که نزدیک بود در ارتباط با این کار با من، بهش پیشنهاد کرده بودن آقا این آدمی نیست که تو دستتو بلند کنی این ساکت بشینه و هیچی نگه، اگر یه همچی کار ریکرد زنی بزنیم میکنش 5 سال بره هست خیاره همم راحت میشه. اینا این کارا رو هم با من کردن، 30 سال طول کشید، به خصوص این 10 سال گذشته که من تصمیم گرفتم وقتی مادرم رو دست دادم فهمیدم چه اشتباهی کردم، چرا من ستیزه نشدم. دوبار اون موقع اینجوری نبود مثل الان، دوبار کاغذ اومد که آقا بیا برو قسم بخور، من گفتم من نمیخوام امریکایی بشم. اون بخش احساسات و نوجوانی من که اون بخش اصلی زندگی من رو تشکیل میده در حقیقت،
این 10 سال ایستادم، همه چی رو تحمل کردم، حتی یه سری این دلقکای صاحب تلویزیون و شاهد پادای جمهوری اسلامی که من اسمشون آورده بودم چون باهاشون کار میکنم، کار میکردم، دوستامن، میدونستم کار میکنن، ولی تا این حد نمیدونستم که اینقدر جانی هن، اینقدر جنایتکار بی‌معرفت هم، اینقدر حیوان هم. یارو فراری از واشنگتن، از پلیس واشنگتن، از خونه رضای شاهزاده رضای پهلوی این صندلی میکشید، یه موقع زیر پای شاهزاده رضای پهلوی بذارید، یک نازنین عزیز و ارجمند و گرامی، دوست نازنینمون بانو شریفی که پدرشون یکی از افسرها بودن و با ایشون در ارتباط بودن، سوء استفاده خودشون میشه بوده اونجا. خلاصه این آدمی که ذاتش غلطه، شیاد، کلاهبردار، جنایتکار ریزه، همینجا اگر اف بی آی بره دنبالش، ده ها اسم به ده ها کمپانی، به کمپانی های ساتلایت کلاهبرداری کرده، همینجا 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 مال رئیس پلیس واشنگتن و تمام کمپانیایی که شرکت های بلیط هواپیما رو کنسرت و اینا هم میذاشت، با همه این برابچه هم آشناست. من باش چند سال کار کردم. ناصر رنجمیر الان تو ایران خودش میگه که پیش حسین شریعت مداری تو روزنامه کیهان کار میکنه. ناصر رنجمیر همونیه که این شیاد ناصر رنجمیر رو اینجا کاری کرد که سرود شاهنشاهی تو تلویزیون این زد، میخواست کلاه یه سری افسرا رو برداره، خلاصه نشد و از اینجا رفت و تلویزیون تعطیل شد به چند دوره. حالا برگشته برای ما اینجا شو شاهد پادای امیر احمدی و یه سری از این آدم های پیزیرو میزیرو یا نماینده های مجلس امریکا که اینجا تو این محلات هستن، یه سری ایرونی ها که دستشون به دهنشون امروز میرسه با شرف ها، با یه سری این شیاد های موجی ها وزشون که خوب بشه میچسبن به اینا، اصلا دیگه از جامعه میرن کنار و اینجوری رو میرن فکر میکنن که خب حالا با اون سناتور هم. اینجا کشور قانونه، اینجا کشور امریکاست. بعد از 30 سال تو این 10 سال تحمل کردم که امشب پیش بیاد. امشب وقتی اومدم دیاگو به خاک مقدس مادرم، به همون شیر خورشید این پرچما، به رنگ همین پرچما، در حضور خود دیاگو میگم، دیاگو اصلا نمیدونست من امشب بخوام چی کار بکنم، چی بگم. گفتم بکراند من خیلی چیزه، اومد خودش این پرچما رو گذاشت پشت سر من اونجا که خدا میخواد این لحظه این پرچما پشت من باشه و خدایی به همه انرژی های شریف بچه های شجاعی میانم، به همه بدن های گروله خورده و شلاق خورده بچه های میانم قسم میخورم که این اتفاق افتاد، اتفاق افتاد که من بیام به این شهیاد های لس آنجلس شاهد پادای جمهوری اسلامی بگن من امروز یه شهروند امریکا هم و حق من برابر با اون سناتوره که تو اونو وسیله تهدید برای من کردی و برای من رو تلفن من تهدید برای من میذاری که مستم اینی بکنی به زندان میفرستیم اونجا که قبلا فرستادیمش. اون دلقه که شیاد زن ببر تو دبی بفروشه، انتخاب دختر شایسته بذاره، شیاد عقب افتاده، اینا اینقدر قابل این حرفو نبودن، ما واقعا نمیدونستیم اینا چیکار میکنن. این عبدالشاه خنده دار شیاد کلاش، اونم مثل این، اینها یه تیم هم از 2 جا با جمهوریت، در 3 جا در واقع آدم های مختلف کنه، ارتباطات مختلف دارن که کار میکنن، یه سریشون یه سری دیگه بودن که هستن، یه سری هم اینا هستن. حالا شما فکر بکنید در این شرایط این رو هر بچه 2 ساله ای تو این کشور داره، هر بچه امریکایی به دنیا میاد باهاش به دنیا میاد. برای همه اونه که دارن سیتیزنن مهم نیست براشون، برای من که پای این 10 سال وایستادم و 30 سال وایستادم تا این اتفاق افتاده، تا آخرین قطره خونم، اونی که خدایی هست و میگم، اونی که درست هست و منتشر میکنم که دروغ نگم، چون همشون میدونن که من اینایی که میگم راست میگم، همش به ضرر منه و این واقعیته. اگر دروغ بود نمیگفتم، من آدم نیستم خودم خنده داره اینا بکنم. اونهایی که به عموم ملت ایران ربط داره رو در ارتباطش دوست میدارم که حرف بزنم. حال این یه سنگر میخواد، یه بلنگو میخواد که صداش رساتر از اینی که هست بشه. این تلویزیون واقعا من تا حالا هیچ وقت این کارو نکردم. الان حالا که دیگه من یه شهروند امریکا هستم، هر وقت بخوام اینجا میتونم برم بیرون، هر وقت دلم بخواد میتونم هر جا برم، حالا شب شعر بذارم، دوارام ببرم، این همه عشق مردم میدن، این همه بچه‌ها با من زندگی کردن، کارهای منو خوندن، این برابر دنیا محبت کردن به من و همیشه محبت میکنن، از این امکانات در جهت انتشار یک سری
ترانه هایی که مردم گفتن شما نشنیدید در شبهای شعر من، کارهایی که خودم آخر عمری دوست میدارم انجام بدم، ترانه هام، شعرام، شعره که شما اصلا نمیدونید مانه منه، من اینها رو نوار کردم و منتشرش کردم در دو تا سیدی توی کالیفرنیا، فقط در اورنج کانتی هولسن چویس آقای جعفری فقط میفروشن، در لس آنجلس ساند سیتی تو خیابون وسود روبروی عطاری روبروی کتابخونه بغل حاجی گل بلبل فقط اون یک نفر میفروشه، در ولی وودلند هیلز مارکت آقای زهتاب مدیر اونجا برادر مورد زهتاب عزیزمون کمک میکنه محبت میکنه، و کیو مارکت. این نواها رو گوش کنید، اگر فکر کردید به درد این میخوره که ایدی بدید کمک بکنید، از ماها حمایت بکنید، از ماهایی که این راه رو انتخاب کردیم، یعنی اینی که خودمون سختی بکشیم ولی شما اونی که هست رو بدونید، بدونید اونجا چه خبره، بدونید اونجا چه خبره، ببینیم به صرف ساده زیستی رهبر این روشن فکرها همه ما رو گوشت سر کار. اینا نمیگن اون بچه ها تو خیابون چیکار کردن، چه اتفاقی انداختن، اونا سعی میکنن بی اهمیت جلوش بدن. اینجا یک رادیو هست، رادیو سعید قائم مقامی، من گوش میکنم دستش درد نکنه، آفرین، درست همین کار رو میکنه که ما خودمون اینجا میکنیم، ایشون رادیویشو میکنه. چه بهتر میبود که با تمام اختلاف نظرها ما هم بتونستیم ساعتهای مختلف با هم دیگه در ارتباط باشیم، صدا اونو جهانی تر بکنیم. من از طریق رادیو هم صدا دات کام، رادیوی آرش شاه تیموری، هم رادیوز هم تلویزیونه، به زودی رادیو خونه خودم رو همراه با این برنامه هم رو همراه با برنامه هایی که فکر میکنیم به درد میخوره، اگر شما با هم اختلاف نظر داریم ولی صداهامون رو پشت سر هم دیگه منتشر بکنیم، مردم دو ساعت فقط نشینن ببینن ما در روز مبارزه میکنیم، بقیه‌اش اصلا یه کار دیگه میکنیم، این مبارزه جریان داشته باشه، این اندیشه جریان داشته باشه، این حضور داشته باشه. به خاطر این آرزو میکنم که امسال در اوایل همین سال مبارک خوش قیافه سبز پر برکت جاودانه ماندگار طبیعت و میهن ما و فرهنگ مبارزه ما، این فرصت مقتنمی است که من در ارتباط با شبهای شعرم میخوام سراسر اروپا هر جا که امکان داشته باشه شبهای شعرم رو همراه با یک خواننده یا دو تا از خواننده هایی که یکیشون شاید معروف باشه به اندازه که همه ملت ایران بشناسن، ولی نفر دیگر رو به زودی به عنوان یکی از بلندگوهای پرشنونده تاریخ ترانه در دوران مهاجرت، یه صدای بانوی رو میشنوید که میدونه چرا میخونه. اگر من هم وجود نداشته باشم این نوع تفکر و اندیشه رو، یعنی هنر مقاومت رو، هنر معترض رو، به عنوان یک زن، به عنوان یک بانو، به عنوان یک خانم، یک خاتون که میبینه بهش تجاوز میشه، میبینه به دخترش، به پسرش، به بچه‌هاش، بابا دخترش میخواد بیا ترقه تو کوچه روشن بکنه، میگیرن بهش تجاوز میکنن، بعد میگن آقای علی خامنه ای ساده زندگی میکنه، هنوز تو همون خونه زندگی میکنه. خب باریکالا تازه کاری که باید بکنه میکنه، یعنی سر جایی که قبلا وایساده بوده وایساده، کار اضافی نکرده. شما شارلاتان ها، شما متملق ها، شما چابلوس ها، شما بله قربانگو ها، چه به اونا چه به اینا، چه در هر کجا که هر کس پول داره، هر کس قدرت داره، هر کس زور داره، بله قربان گفتید سبب ساز بدبختی ملی مردم میهن ما شدید. حال ما امسال میخوایم با یک سری برنامه هایی که بخشی از مردم جامعه گفتن تولید کردن و شما نمیشناسید، با اینها شما رو روبرو کنیم در برنامه هایی که به زودی در همین تلویزیون یک روز در میون شهرام همایون عزیزم به من قول داد که انشالله بعد از عید این کار رو بکنیم و خودم دوست دارم تو این تلویزیون بمونم. به زودی هم خودم امیدوارم که حالا راجعش هم حرف نمیزنم ولی این کار خودم مترسدش هستم که دارم انجام میدم، تلاشم دارم میکنم برای هر آنچه که بهتر از اون نیست رو به عنوان یک وسیله درست به ضرر من و به سود شما که بدونید، شما که دشمن منی اگه بدونی به سودته، شما که اون من خوبی به من بدی برای من فرق دیگه نمیکنه.
برای من مهم اینه که اون کاری که خدایی شرافتمندان است به عنوان یک کمک فرهنگی و ژورنالیستی به عنوان شاعر و ترانه‌سرا برای هنر میهنم بکنم. من مثل شماها نگاه نمی کنم. این یک بخش از تاریخ موسیقی ملت ایرانه که انقلاب شده، یه نظامی اومده که میخواد اینا رو حذف بکنه. اونایی که تأثیر دارن رو با میلیون ها دلار سرمایه داری داره حذفشون میکنن، یکی یکی دارن میمیرن و میرن، دیگه هم تکرار نمیشن، هیچ کدوم اینا نمیتونن جای اینا رو بگیرن. چرا؟ چون یه حکومت دیکتاتور نمیگذاره ترانه آزاد باشه، نمیذاره آزادی اندیشه و بیان باشه. به خاطر این هنر ما رو لال و در واقع تولید دینی میخواد که میبینین بچه های نازنین ما از نوحه ها برمیدارن ترانه درست میکنن میخونن که لااقل با نوحه های خودشون پاسخشون رو بدن. این هنر معترض، این هنر مقاومت، اصل هنر پویای امروز میهن ماست که میمونه در همه ابعادش، به خصوص در شکل ترانش که شما میبینید خانم نازنین صدیقی رو میگیرن و این دکتر نازنین رو وزارت اطلاعات، حکومت جمهوری اسلامی سر ترانه، سر شعر خوندن در شب شعر همراه با آقای دکتر بادکوهی که همین روزا هم میشنویم ایشون هم گرفتن و اصلا کیش که تعجب نمیکنه چون خودش هم قبول داره که هر دقیقه که خونه شون بیاد بیرون ممکنه بگیرنش. اصلا این راه همینه، چلی کباب که نمیدن که توش جنگ دعواست، مرافعت رو شخصیت زیر ماشین کردن، بمب گذاشتن، 50 تا ریختن سر در یک تاریکی، همه این اتفاقات ممکنه بیفته. ولی چه لذتی داره وقتی امروز میبینیم ملت ایران همه جا راجبه این که حق شماست زنده بمونی، حرف تو بزنی، حق آقای موسوی است ازش حمایت بکنیم، حق آقای کروبی است ازش حمایت بکنیم، حق همه بچه هاست که تو زندانن، همه دخترها، پسرها، خواهرها، برادرهای ما، مادرها و پدرهای ما، همه اونهایی که در این نوروز درشون شکسته عزیز از دست دادن. دستتون رو میبوسیم، پاتون رو میبوسیم. ما به عنوان مردم این روزگار، شمایی که در راه ما جوانیتون رو دادین، زندگیتون رو دادین، دلتون شکست در مقابل یه ظالم اینگونه قرار گرفتید، به ما یاد دادید، یاد دادیم دعوت بکنیم از هر کدوم از این آقایون اصلاح طلبان، روشنفکران تلویزیونی، برنامه سازان تلویزیونی، دوستان عزیز من، اگر اون چرا که ما طرح میکنیم انقدر میگیم مردم به شما بگن، شما پاسخ ما را از طریق وسایل ارتباطیتون بدین که معلوم بشه اینا سرگرمیه. وقتی خود خمینی میگه آقا باید بکشیمشون، علی خامنه‌ای در عمل داره انجام میده، قطرهای زنجیری به انبا و اقسامش، اعدام ها به انبا و اقسامش، هیچ کدومتون هیچ کاری نتونستن بکنی، هیچ کاری هم نمیتونین بکنی، جهان هم کاری نتونسته باشون بکنه، فقط ما مردم میتونیم، فقط ما مردم قادریم جمهوری اسلامی رو به درک، به آخرین حد و حدود تاریخ که دیگه زمینه رشد نداشته باشه، شاید میتونه اونجا همون خاکهای دریاچه نمک تورای قوم باشه که هیچ وقت اینا یک جوانه ارجمند به قول اخوان از هیچ جاشون روز نتواند و برمن و برمن. چگونه؟ با خرد، با عقل، با طرح یک اجتماعی تو هرچی میخواییم بذاریم واقعیت ها اینا بخواییم نخواییم، دوست داشته باشیم نداشته باشیم. سازمان مجاهدین قصد 178,000 نفر، 200,000 نفر ازش کشته شدن، از دوتای شما دوتا هم نبودی که کسی تونه بکشن. اینا خسری هم یه سری آقای فولادبند بودن به اسم انجمن پادشاهی، یه سری دیگه بچه های ما رو کشتن. پس میشه این دوتا نیرویی که تو صحنه جان دادن، جمهوری اسلامی باهاشون میجنگه، این دوتا نیرو مؤثرترین و جذابترین هن، دوتا حزب مؤثر میتونن باشن و انواع و اقسام نیروهای دیگه ای که نزدیک به این هان برای خودشون حزب خودشون رو داشته باشن و جذب حزب مادر باشن. این تلویزیون هم میتونه خودش یک حزب باشه، یعنی یه آلترناتیو داشته باشه، یک داکترین داشته باشه. بچه‌هایی که معتقد هستن حالا به هر شعاری ما هستیم، ما همه با هم هستیم، نترسیم، همه اینا خب معلومه ما با هم هستیم، معلومه ما هستیم، هر کس با جمهوری اسلامی نیست یعنی هست، هر کس در هر شرایطی، ما از همه حمایت می‌کنیم یکسان، ما جزء همه هستیم، هر کس از میهن ما بچه ماست، بخشی از برادری خاکی ماست، برادر خونی ما نیست، هم خون نیست، اما هم نژاد، هم اصل، مادرش با مادر بزرگ من، مادر بزرگش با مادر بزرگ شما، با پدر بزرگ ایشون و دایی و عمه همه ما
تو اون خاک اونا ایران ساختن، اینا ایرانیان، حقشونه. هیچ کی بیشتر از هیچ کس، هیچ کس کمتر از هیچ کس در اون میهن سهمی نداره. ما در این شرایط دفاع مقدس میکنیم تا به وسیله یک تشکیلاتی که این دو نیروه جذابترین هاش هستن و نیروهای دیگهی که میتونن برای خودشون طرفداران خودشون داشته باشن، از 5,000 نفر طبق آمار کامپیوتراشون نشون بده، از 5,000 نفر بیشتر عضو دارن، یعنی کمتر نداشته باشن. هر کس داشته باشه میتونه یه حزب باشه. جامعه تحزبگرا امروز اینگونه شکل میگیره. اینها رو راجع به صحبت بکنیم، بیاییم عبور بکنیم برای بعد از جمهوری اسلامی فکر بکنیم. جمهوری اسلامی خواهد رفت اگر شما دست بردارید از این تحلیل ها و نقد های. تو تلویزیون ها رو همه رو بسیج کردین که آقای فلانی در تاریخ فلان اینو گفت. بعضیاتون هم خیلی میخواید روشن فکر باشین، دفاع هم ازشون میکنین. این اصل موضوعه. اون چه که آقای فرخ نگهداری گرامی داشت برای آقای دایی میگفت درست، ایشون میگه مال وقتیه که شما عضو یا نزدیک به اون نگاه حکومتی باشی، باید برید و نفوذی فضا رو باز کنی. بزرگ نمی بهار میاد کموزه با خیار میاد، عملی هست در دراز مدتی، چش کاری نداره. این نظر بذاریم باشه تو جامعه. شما آقای فرخ نگهدار راجعش صحبت کن. آقای دایی نظر دیگه ای داشت. من نظرم نزدیکتر به آقای داییه. آقای دایی هم یکم رو در بایستی میکنه. آقا ما بیشتر از این شرایط جهانی، شناخت مسائل و نیروهای ملیمون، نگاه به تأمین منافعمون در شرایط کنونی به ما این رو حکم میکنه که در مقابل جمهوری اسلامی و نیروهاش کنترل شده زیر نظارت شورایی از خردورزترین، خردمندترین، دوراندیشترین، دورنگرترین، برای پیشا اتفاق طرحهایی رو ریختن که بشه اونهایی که اسلحه دستشونه، اونهایی که دارن با اینا می جنگن، بدونن فقط بزنن میزننشون. بزنن، این بار دیگه نمیگیم بزن میریم خونه. ما بچه های نوروزی، ما بچه های حاجی فیروزی، ما بچه های عمو نوروزی، ما بچه های کوروشیم، داریوشیم، بچه خشایار شاهیم، ما بچه های کوروشیم، ما بچه های آرشیم. دق میکنیم کشته نشیم. مردمونم میگه همین، مردمونم میگه پاشیم بچه های تخت جمشید. ما اینجای روزگار قرار گرفتیم، شرایط رو متحمل نکنید، نگذارید کار به اونجا بکشه. اما هیچ راهی به جز این نیز، راه های اصلاح خواهانه، اصلاح طلبانه. مگر واقعا اصلاحات مرد پس زنده باد؟ اصلاحات هیچ ایرادی نداره، اما این گونه اصلاحات به درد این شرایط مبارزه ملی ما نمیخوره. و جمهوری اسلامی شرایط ما تحمیل بکنه، در مقابلش می ایستیم. اسمش هر چی میخواد باشه همینه. اما کنترل شده چگونه؟ این وظیفه شما روشن فکرات، به جای پرداختنه به این که آقای علی خامنه ای رو گلیم میشینه یا رو کاخ میشینه، هیچ فرقی بر ما نمیکنه. اصلا فرقی نمیکنه، چه فرقی میکنه کجا بشینه کجا نشینه. مهم اینه که حضور این آدم باعث شده به بچهای میهن من تجاوز میکنن. حضور این آدم، تفکر این آدم، تفکر این آدمهایی که همراه ایشون هستن، به اسم اینکه ساده زندگی میکنن، سبب ساز دزدی میلیاردها آدم دور برشون شدن و میلیاردها دلار پول ما رو دزدیدن که خودشون امن و امان باشن، زیر این گونه افتراها و اتهامات نباشن. دستتون درد نکنه، تازه باید به عنوان یک روحانی از جامعه روحانیت متعهد ملی ما به اون تعریف درستش که خیلی ها بودن، اگر میخواستی که جزء اونا باشی باید این گونه میبودی. اما کاری که با ما کردی دیگه قابل بخشش نیستی. حالا تو کاخ بشین، همین وجود جواهر باشه، یا تو جمارون برو اونجا تو مسجد بشین، هیچ فرقی نمیکنه. پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشته کین میکند آشتی. امروز 1, 2, 3, 4, 5 بشماریم صدای قدم آقای شبیرو و عمو نوروز داره میاد.
بهار داره عرا میاد، بهار داره لباسای همه جا رو نو میکنه، لباسای فکرمون رو نو میکنه، لباس فکر ما رو نو میکنه که ما نه فراموش میکنیم، ممکنه ببخشیم اما فراموش نمیکنیم. اگر هم ببخشیم از روی توانمندی ملی و خرد ملی چیزی رو تسامح و تساهل درش تداخل پیدا میکنه، در غیر صورت ما فراموش نمیکنیم، نگاه میکنیم، گوش میکنیم. به امروز امشب برای من شب تازه‌ای بود، شبی که کیف میکنم میبینم این 6 تا 7 تا پرچم میارم به این قشنگی خدا درست کرد بذاش اینجا، چی توش هست، بعد چه اتفاقی میفته من نمیدونم. اگرم هر اتفاقی قرار بیفته و روزگار برای من این فضا رو درست کرد، چه افتخاری بالاتر از این که ای پرچم ایران کفن تو، پیراهن افتخار عالم به تن تو، اینجا سپردیم امانت بدن تو تا باد برد بوی تو را در وطن تو. من مسعود امینی بچه شهبازم و اسمانی حسنمانم، من تو سجلم میگه که صادره از بخش قدیم شیش تهرانم. من چند سالیست که آوار و ویرانم، من از بلایی که سرم آمده حیرانم، من گور دلخورده از مسجد و قرآنم، من خورده اردنگ از الدنگ سر برکت ایمانم، من در چراگاه چرا گیجم و حیرانم، من عاشق گربه پرنقشه ایرانم. من امسال آرزو میکنم سال دل نزدیکی بیشتر مردم عاشق ایران و عاشق آزادی بچه های ایران، مردم مردم پرست خداجوی خداخواه به انسانیتشون نزدیک. والا این گفته ها رو همه میگن، من برنامه های تلویزیونی گاهی نگاه میکنم میبینم همینایی که چند سال پیش به من گفتن مسعودم میرفتم گفتم مسعودم رادیکال، آقا میان بذارنش ممکنه فشن بخوره به ما، آقا میان اینجوری کنن ممکنه اون از این مزخرفات این شهر، اینجا که شهر این دیوانه خونه است. گفتم این شهر یادم افتاد در مورد شبهای شعرم، من شبهای شعر من یه داستانی خلاصه شد تو این شهر، چون من هم حشمت بارانی بسیار دوست میدارم و مردمی که اونجا میمدن راضی بودن، از همه مهمتر خودم بسیار راضی بودم، احمد مسعودم مثل حشمت برای من، مثل برادرم، من هر دو اینا رو دوست دارم، اما بیشتر از هر چیزی اون شبی رو دوست دارم که اونجا مردم با رضایت و با خوشحالی میرن بیرون. این بار اولین پنجشنبه این ماه، این آخرین بار است که من در کابار تهران این کار رو میکنم. چرا؟ چون فکر میکنم که اگر یک جای 150 تا 180 تا 200 تا در کابار تهران بیان، یه بخش کابار تهران خالیه. من با اینی که کابار تهران مال خودمه، هر کار دیگه میکنم برای اینکه یک برنامه دیگه در کابار تهران داشته باشم همراه با چند تا خواننده دیگه، ماهی یک بار حاضرم حتی اون کار رو بکنم، اما ترجیح میدم یه جایی باشم، یک جای کوچکتری باشه که اگه 150 تا آدم هم میاد پر عشق باشه، یک سری آدم های دیگه، هر کس اینجا شهر موضوعات خودش، موضوعات خودش رو داره. کاری که من میکنم، من اگر بتونم وسیله باشم برای یک لحظه چراغ اونجاها رو بیشتر روشن نگه داشتن، خدا رو شکر چنین میکنم، اما از همه مهمتر اینه که من ببینم کارا و مردم دوست دارن، ازش استقبال میکنن و وظیفه ما انجام میدم. ما که پولی که در نمیاریم، ما که کاسبی نمی کنیم از این راه، ما زندگی و جوانی و عمرمون رو گذاشتیم در راه انتشار اونچه که فکر میکنیم به سود نسلیست که ما خودمون دیروز اونجا بودیم و نمیدونستیم و قربانی بودیم. این وضعیت تاریخ موسیقی ایران، حضور جمهوری اسلامی در کار شعر و ترانه، حضور این خواننده های ما در نیروهای اصلاح طلب، جذابیت در واقع اصلاح طلبی، آرامش تو جامعه بیشتره، ولی آره درسته، همه صلح میخوان، همه عشق میخوان، همه دوست دارن آرامش، مگه ایوانن مردم همه این آرزو رو دارن.
اما وقتی میبینن که به زور ازشون گرفتن، بعضیا میتونن بپذیرن خفت و خاری رو، اگر دست زنشون رو بگیرن ببرن بگن ابی نداره فرد شب بیار. بعضیا هستن که اگر کسی چنین کار رو بکنه اون دست رو قطع میکنن. بعضیا هستن که یک جور دیگه فکر میکنن، هر دو به درد فردای میهن ما میخوره. ما اینگونه میاندیشیم که دفاع مقدس میکنیم، ما اینگونه میاندیشیم که به زودی با این بچه های مدعی نجات میهنمون برنامه سازها میخواییم گفتگو بکنیم. طبق قول شهرام مومنین عزیزم سال آینده این کار رو میکنیم. زنده باد سال آینده. سال آینده اولین برنامه سال جدید من مسعود امینی در برنامه کارنامه تلویزیون کانال وان با تمام قصه ها و داستان ها و موضوعاتی که در خارج از کشور هست، امیدوارم توی این تلویزیون پرروزم به شهرام گفتم خودم دوست دارم اینجا این کاره بکنم، اینجا بمونم که این سریال یک نفره رو به یادگار تو تاریخ بذاریم بمونه، از طریق یک صدایی که قابلیت معتبرتر شدن رو داره، اون هم اینجا. شمایی که میگی ایران دوست داری، شما که منتظرین هر لحظه اتفاقی بیفته برگردین به این سر خاک پدر و مادرتون، به زور اینجایین، مجبورین آواره بشین. اگر امکانشو دارین شما رو به انرژی مثبت امون و روز حاجی پیروز و این سبزی گربه پر نقشه میهنمون حمایت ملی بکنیم که یک سنگر بمونه فقط برای مبارزه کردن، صداش از همه رادیوها، همه تلویزیونها بتونن صداهای همدیگه رو منتشر بکنن و سر تا سر جهان رو پر بکنیم. از اگه خوش باور و ساده دل نبود ملتمون، اگه رنجی که میبود موز میگرفت رعیتمون، اگه از هر سو نبود ظلم و ستم قسمتمون، حالا هر بی سر و پای نمیشد رهبرمون. به دادم برس، همسایه برس، مخلصتم. زنده باد نوروز، زنده باد دلهای امیدوار، زنده باد عشق، آزادی، صلح، امنیت. برای آزادی باید بها پرداخت. جان ما فدای ماندگاری نوروز. زنده باد آزادی. بدرود. لازا کر بخندلا باز